اعوذ به شیطان، اعوذ به شیطان، اعوذ به شیطان. آقای خامنه ای، خدا صابرم پرپر، اعوذ به شیطان. اون وقت خوشگلش اینه که تو این هیروبیری یه ده اومدن میخوان حتما ثابت کنن. الان چند روزه که امام قبل از مرگش هر کی رو دید گفت ندید نامه فرستاد که من مردم، این باید بشه رهبر، به همه گفته. یعنی الان از زهرا مصطفی بگیر، دختر خود امام که الان با این کاراش هم زمینن داره ما رو به خودش علاقه مند میکنه، بگیر تو تا چاقال فروش سر گذر، همه از امام راحل شنیدن که ایشون قبل مرگ و مردم. آقای خامنه ای، همین اعوذ به شیطان. یعنی ما اتفاقا در تایید این حرفا و این روایات، اتفاقا دو روایت هم ما در همین کتاب لوازم و تحریر داشتیم که این جلد دو طبقه پنج، اینو بخریم خیلی به کارتون میاد. من الان این روایت ها رو میخونم. ایناش میگه از چارلز غلام حسین بلبل گوش روایته که یک شب حضرت امام خوابیده بودند و ما بالای سر ایشون مشغول تماشا بودیم و لذت میبردیم، جوری که اگر به خر تیتاب میدادی انقدر به اندازه ما کیف نمیکرد. در همین حین و بین حضرت امام فرمودن ما این مسئله رو فردا با علما در میون گذاشتیم و پس از موشکافی و بررسی متوجه شدیم که این یعنی خامنه ای رهبر. اینا اینجا نوشته و دو صفحه اونورترش هم الان من عرض کنم. بله، اینجا از میرزا الدنگ خان ممدانی نقل اومده که یک بار رفتیم خدمت حضرت امام، عرض کردیم اماما، فرمودن ها، گفتیم اگر شما الان افتادی مردی تکلیف ما چیه؟ امام فرمودن پس این علی هندیکم چی کار است؟ که این اتفاقا معجزه حضرت رو میرسونه، به خاطر اینکه در اون زمان هندیکم هنوز اختراع نشده بود و حضرت به اون اشاره دارن. این دوتا روایت بود که من حتما گفتم که مؤمنین و مؤمنات. و میگه بعد از اینکه گفتن پس این علی هندیکم چی کار است، ما چنان ما تحت تأثیر قرار گرفتیم که حالت شبیه به گریه به ما دست داد. اینم روایت دوم. و حالا جهت این که آخه بعضی وقتا مسلمین و مسلمات هنوز احساس میکنن که ما این حرفا و چیزها رو از خشتکمون در میاریم، ما مجبوریم یه مستنداتی رو کنیم برای حرفامون. مثلا اینجوری ببینید، به لحاظ آفرینش خداوند متعال اگر عذر میخوام بیزه های مرد حرارتش با حرارت بدن یکی باشه، انسان دچار عقیم شدن میشه و نمیتونه دیگه ادامه بده نسل خودش رو. به خاطر همین ابدا نباید لباسای تنگ پوشیده بشه. خب حالا راهش چیه؟ راهش اینه که مسلمانان بردارن به راحتی خیلی ساده یه دماسنج بچسبونن به اون عباس آقا، حتی ببخشید خیلی عذر میخوام بی‌ادبیه، بچسبونن به عباس آقا دماسنجو و این نگاه کنن دما که همچی اومد بزنه بالا، بلافاصله هر جا که هستن همونجا شلوارو بکشن پایین و فوراً اقدام به خنک کردن مناطق هسته‌ایشون بکنن به هر شکلی که بلدن. دشمن الان دیده که حریف خود مسلمانان نمیشه، اومده حمله ور شده به سمت عباس آقاشون. اینا نیست عباس آقای خودشون 30-40 سال همش تو این شلوارا تحت فشار و تنگ و تیلینگه و نگاه کنید روش جمعیتشون چون منفی شده، حالا میخوان جلوی زاد و ولد ما رو بگیرن با چی؟ با شلوار. ما سالهاست اینجا اعلام میکنیم، سالهاست شلوار تمام دنیا رو درآوردیم، شلوار خودمون رو یعنی میتونیم در بیاریم که اون عباس آقا بخواد اونجوری داغ بشه و به یه حرارت غیر مجازی برسه که خدای نکره جلوی زاد و ولد رو بگیره. شما مطمئن باشین جلوی هر چیز ما رو بتونیم بگیرین، جلوی زاد و ولد ما رو نمیتونیم بگیرین، شکر خدا. و همونجا هر جا که رسید برای خنک کردن مناطق هسته‌ای و عباس آقا فوری شلوار رو بکشین پایین. شما عنایت داشته باشید که نیروگاه های هسته‌ای ما هم دقیقا اتفاقا همین جوری خنک میشه، یعنی اینا همه شلوار همون میکشن پایین، اون خنک میشه، قسمت هسته‌ای خنک میشه. ممکنه که یه موقعی بعضی وقتا فقط این حرفای هسته‌ای که آدم میشنوه یک دفعه واقعا یه چیزایی این وسطش بگن که سر همون عباس آقای آدم شنبلیله سبز بشه، که اونو دیگه ما وارد این بحثاش نمیشیم. از هدا خبری ندادیم به من، هفته دیگه برنامه ندارم و سلام و علا. همین.